روز گذشته 7 مهر گروههایی از بازنشستگان کشوری در شهرهای تهران و خرم‌آباد، شماری از بازنشستگان وزارت نفت در مقابل شرکت نفت، جمعی از کارکنان شرکت مخابرات در تبریز، تعدادی از معلمان شاغل و بازنشسته در تهران، گروهی از کارگران معدن زغال سنگ تزره در سمنان با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشون شدند. بازنشستگان کشوری در این تجمع پیگیر مطالبات خودشون از جمله عدم پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت و ناکافی بودن حقوق بازنشستگی شدند. اجرای قانون همسانسازی، پرداخت رفاهیات قانونی نقدی و غیر نقدی، پرداخت مطالبات و پاداش پایان خدمت فرهنگی بازنشسته، اجرای ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری و تسریع در تعیین تکلیف مطالبات صندوق‌های بازنشستگی از جمله مطالبات این زحمتکشانه. نواده نبازی اجرای همسانسازی، نواده نبازی اجرای همسانسازی، سکوت به یاد جان باختگان هوس، روحشون شاد باشه، روحشون شاد، یادشان گرامی، گرام و جاودان، شادی روح شهدای توسط صلوات سلام. بله، روز گذشته همچنین گروهی از بازنشستگان وزارت نفت در مقابل ساختمان مرکزی شرکت نفت در تهران و گروهی از معلمان شاغل و بازنشسته در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع کردند. اونها در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم پرداخت مطالبات قانونی عقب افتاده خودشون دست به این تجمع زدند. لازم به یادآوریه که سه‌شنبه 3 مهر چند تن از نمایندگان معلمان بازنشسته به منظور پیگیری مطالباتشون به ساختمان وزارت آموزش و پرورش مراجعه کردند، اما نیروهای حراست فیزیکی وزارتخونه از ورود اونها جلوگیری کردند. این موضوع هم مورد اعتراض معلمان بازنشسته قرار گرفت و موجب درگیری میان نیروهای سرکوبگر و بازنشستگان شد. در این میان یکی از بازنشستگان پس از ضرب و شتم بازداشت شد.